علائم پوکی استخوان کاهش تراکم استخوان و از دست رفتن بافت استخوان که منجر به ضعیف و شکننده شدن استخوان میشه مشخصات بارز بیماری پوکی استخوان اگر مبتلا به پوکی استخوان هستید خطر شکستگی استخوانا خصوصا در نواحی باسن ستون فقرات و مچ دست بیشتر از دیگران شما را تهدید میکنه اغلب پوکی استخوان به عنوان آرزهای شناخته میشه که توانایی ساخت استخوانهای جدید در زنان سال خورده رو تضعیف میکنه علائم و نشانه ها از علائم پوکی استخوان میتوان گفت معمولا پوکی استخوان در مراحل اولیه هیچ گونه نشانه ای نداره اما بعدها باعث درد مبهمی در استخوانهای های عضلات میشه به خصوص در گردن و قسمت پایینی پشت مراحل بعدی بیماری بروز دردهای شدید و ناگهانی از علایم پوکی استخوانه که معمولا به نواحی دیگر هم گسترش نمییابه اما با انجام فعالیت هایی که بر روی ناحیه دردناک فشار و بز وارد میکنه بدتر میشه و ممکنه با حساسیت به لمس همراه باشه پوکی استخوان هنگامی رخ میده که تعادل میان تشکیل استخوان جدید و باز استخوان قدیمی از بین بره. در این وضعیت یا بدن نمیتونه به اندازه کافی استخوان جدید تولید کنه یا اینکه که مقدار بیش از اندازه از استخوان‌های قدیمی رو باز جذب کنه. کلسیوم و فسفات دو ماده معدنی ضروری برای تشکیل استخوان‌های نرمال هست. کلسیوم عنصر اساسی برای عملکرد مناسب قلب، مغز و سایر اندام هاست. برای عمل کرده مناسب قلب و مغز و سایر اندام ها استفاده میشه. برای اینکه این, این اندام ها بتونن به کار خودشون ادامه بدن بدن, بدن کلسیوم ذخیره شده را در استخون ها جذب میکنه تا بتونه سطح کلسیوم خون رو حفظ کنه. معمولا از دست رفتن استخوان طی یک دوره طولانی چندین ساله رخ میده اغلب افراد به علت یک شکستگی استخوان به پزشک مراجعه میکنند و تازه متوجه وجود بیماری پوکی استخوان میشن که معمولا تا اون موقع بیمار به مراحل پیشرفتش رسیده و آسیب وارد شده به استخوانها جدی شده موارد زیر عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به بوکی استخوان هستند خطر ابتلای زنان به این بیماری بیشتر از مردانه خصوصا زنان لاغر ریز اندام و مسه زنان یائسه به خصوص زنانی که یائسگی زود دست داشتن یا یائسگی ناشی از اعمال جراحی داشتند سیگار کشیدن میتونه علت بوکی و سخان باشه همچنین اختلالات خوردن مثل بی عصبی یا پرخوری عصبی کم بودن میزان کلسیوم موجود در رژیم غذایی مصرف بالای الکل نداشتن فعالیت کافی و استفاده از بعضی از داروها آرتریت روماتوئید خودش یکی از عوامل افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوانه راهها و, و روش های درمان هرمون درمانی استروژن به خصوص هنگام که سریعا بعد از شوره یا تجویز بشه میتونه به حفظ تراکم استخوان کمک کنه انجام مرتب حرکات ورزشی و اصلاحی برای جلوگیری از پوکی و سخان ضروریه. مقناطیس درمانی درمانی حمایتی برای حفظ کیفیت بافت و ها و کاهش درد در مبتلایان به پوکی و استخوان برای پوکی استخوان ابتدا فرکانس های ضد درد 4 تا 6 هرتز اعمال میشه هنگام که درد کم شد میتونیم از فرکانس های درمانی در محدوده 36 تا 44 هرتز استفاده کنیم.